سلام، اوضاع خرابیه میدونم. ممکنه جهان با ما برقصه، نمیدونم. همین که فیلم جهان با من برقص تو این وضعیت الان روی اکران خودش اتفاق جالبیه. حالا فیلم جهان با من برقص رو ببینیم یا نبینیم، بشین یه چند دقیقه من نگاه کن تا بهت بگم. حالا حتما باید بشینه جا میخواد را بر. آقا جان، 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 جهانگیر که توی یکی از روستاهای شمال کشور ساکن شده، ماسال، یه معضلی براش پیش میاد که به بهونه این معضل دوستاش دورش جمع میشن. دیگه همه تلاشمو کردم اسپویل دیگه بگو باز اسپویل کردی. من چی اسپویل کردم؟ چی الان اسپویل شد؟ هی چیزی هم فهمیدین به خاطر هوش و ذکاوت خودتونه. خود سروش صحت یه آدم خوشحال، پر انرژی، سرحال، لطیفه. فیلم جهان با من برقص چیه؟ یه فیلم خوشحال، سرحال، پر انرژی، لطیفه. ایمان صفایی هم که طبق روال گذشته این سناریو هم همراه سروش صحت بوده، خیلی آشنا نیستم باهاش، ولی احتمالاً این همچین آدمیه دیگه. نمیدونم، شاید هم نباشه. فیلم در مورد مرگه. اما تا میخوای یه خورده غمگین بشی میگه بابا بی خیال، بیا با من برقص. ببینید بچه‌ها، با این فیلم سر حال سر و کار دارین. تو سینمای هالیوود، تو سینما کلاسیک هالیوود اومدن نشستن گفتن چیکار کنیم مخاطبو نگه داریم، کیف کنه، فیلم ببینه، فیلممون بفروشه، تا تهشو نگاه کنه، بعد بره بگه که آقا خیلی فیلم باحالی بود، همه بیاین این فیلم رو ببینید. به یه فرمولی رسیدن که ما الان بهش میگیم سیتفیلدی. سناریویی که نقاط عطف داره، چند تا نقطه عطف داره و بینش هم که داستان جریان پیدا میکنه. این یه فرمولیه که جواب داده. فیلم سینمای جهان با من برقص از این فرمول استفاده نمیکنه، اما مخاطب رو نگه میداره. ما از هم دل خوریم ولی رفاقتمون سر جاشه. دعوا میکنیم ولی پشت بازم برای فیلم میگیم. فیلم توی یه طبیعت خیلی خوشگل شروع میشه. یه طبیعت زیبا داریم. آدما میان دور همدیگه جمع میشن. یه سری رفیق داریم و روابط بین اینها رو میبینیم. شاید با خودمون فکر کنیم که نقطه مرکزی فیلم جهانگیره و فیلم باید در مورد جهانگیر باشه. خود جهانگیر هم احتمالاً همین فکر رو میکرد و دلش میخواست که نقطه مرکزی و مورد توجه رفقاش باشه. اما فیلم در مورد همه این آدم هاست و هر کدوم توی جایگاه خودش آدمای جالبی هستن و نوع روابطشون نوع روابطیه که کشش داره و دلت میخواد دنبالشون بکنی. شخصیتی که هانیه توسلی بازی کرده و کاراکتر همسر خیلی شخصیت‌های باحالین و خیلی انرژی تزریق میکنن به فیلم. هانیه توسلی نماد یه آدمیه که شاید فکر نکرده حرف میزنه، شاید آدمی با فهم اجتماعی بالایی دیده نشه توی قصه. من خیلی دوست داشتم هانیه توسلی، همین نقش رو خیلی خوب بازی کرده بود و من یاد آدمهایی مینداخت که توی زندگی واقعی دیدمشون و خیلی هم تو مخمن و خیلی هم خوشم نمیاد ازشون، اما یه جای فیلم سروش صحت میگه که قضاوتش نکن، شاید از جهات دیگه این آدم فهمیده ایه. یه چیزی به هم اضافه شد دیگه. در مورد جواد عزتی من توی بررسی فیلم جاندار خیلی حرف زدم دیگه، خدایش انگار جا نداره باز بگم، ولی انگار اصلا این یه پیشینه ای نداره که بازیگر کمدی بوده. جدی، تلخ. پژمان جمشیدیه که یه دکتر دهن سرویسه. منو میگیری؟ نه، من فکر میکنم پژمان جمشیدی اوج بازیگریش در فیلم‌های سروش صحته، چه توی پژمان که معرفیش کرد با سریال پژمان خیلی خوب بود، چه توی این فیلم بازیگری بود که دیگه من فراموش کردم فوتبالیست بوده. همه کاراکترها خوبن، همه کاراکترها خوب بازی کردن، پرداخت شخصیتیشون عالیه، حتی گاو قصه خوبه، خر قصه خوبه، فقط مهراب قاسم‌خانی و حضورش توی این لپتاپ یه کمی یه جوری بود، منهای اون اواخر قصه که به یه حضور دراماتیک و یک اثر مهم توی قصه داشت، بقیهش یه خورده مثلا بر من عجیب غریب بود، اما چون خودشو دوست دارم از بودنش توی فیلم لذت بردم. بعد مثلا آدم اینجوری که میان با این پیشینه با خودم میگم خدا کنه خوب بازی کنه، یه وقت بد بازی نکنه بچه. استرس اینجوری هم داشتم، نمیدونم چرا.
موسیقی هم پای طبیعت توی فیلم خیلی اهمیت داره. توی سریال لیسانس ها و فوق لیسانس ها هم دیدیم چقدر موسیقی برای سروش صحت پر اهمیت. فرقش فقط اینه که اینجا میتونه تو سینما ساز نشون بده قشنگ به اندازه کافی و اونقدری که دلش میخواد از موسیقی استفاده بکنه. اولش سکانس آغازین هم اون گروه موسیقی برام یه جوری بود، هی باشون ارتباط نگرفتم، گفتم اینا یعنی چی اصلا. بعد کم کم فهمیدم که آها پس اینجوریه، پس اینا نقششون اینه. از اون فیلم هاست که وقتی میبینیش حتی اگه عاشق زندگی شهری باشی، حتی اگه عاشق مدرنیته هم باشی، با خودت میگی چه زندگی اینجوری خوبه، با خر رفاقت کنی، با گاو حرف بزنی، درختا رو ناز کنی، فقط به این شرط که یه جوون بازوگیر خلمچل وارد زندگی نشه، جوری هم نتونی پرتش کنی از زندگیت بیرون. اتفاقا، دیالوگا خیلی خیلی بانمکن، خیلی این کمدی، خیلی این شوخی ها نوعشون جدیده، خیلی سورپرایز کنندن. یهو یه اتفاقی میفته تو میخندی، یهو یه اتفاقی میفته تو حالت خوب میشه، یهو یه اتفاقی میفته تو حالت بد میشه، اما نمیذاره تو اون حال بد بمونی، سریعا حال و احوال تو عوض میکنه. فقط ای کاش، من دوباره خواهش میکنم حرف نزنید وقتی دارید فیلم میبینید، با بغل دستتون حرف نزنید، خواهش میکنم فیلمتون رو ببینید، بذارید بشنویم اینا چی میگن. بچه ها من رو تحت فشار قرار دادن که بیشتر توضیح بدم در مورد این ماجرا. آقا جون مادرت، جون هر کی دوست داری میمیشه تو سینما، حرف نزن فیلم که شروع میشه، خواهش میکنم. مثلا یعنی چی مهسا؟ و مثلا 6 نفر اون برتره مرگ، خواهش میکنم صحبت نکنید در مورد مسائل جامعه، صحبت نکنید در مورد مسائل روز، در مورد مشکلات زندگیتون، خواهش میکنم حرف نزنید. ما اومدیم اینجا فیلم ببینیم. یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که اون گله بود اینجوری جهان بخش زد به چلسی، بعدش یکی از روزنامه‌ها تیتر زد جهان با من برقص. این خیلی اتفاق جالبی بود، هم به نظرم باعث شد که یه خورده بیشتر از اون چیزی که هست فیلم روی زبون‌ها بیفته. اسم خیلی باحالیه، خدای جهان با من برقص، هم به نظرم بهترین تیتری بود که میشد در مورد گلی که جهان بخش زد به چلسی به کار برد. سکانس پایانی جوریه که تو درگیر میشه ذهنت که تصویر رو ببینه یا به نریشه به روایتی که داره راوی میکنه گوش بده. انقدر هم تصویر جذابه، هم روایت مهم و جذابه، و به نظرم پایان بندی هم پایان بندیه که تو آخرش میگی آخه شب خوب شد من این فیلمو دیدم. بریم سراغ نظرات مردم و کامنت های باحال و توییت ها و اینا. اول اینو بگم که اکثریت نظرها در مورد فیلم خیلی مثبته، ولی ما باید تلفیقی از مثبت و منفی‌ها رو جدا کنیم که بشه در موردشون حرف زد. فره گفته جهان با من برقص هیچی نداشت ولی روان و خوب بود، یه روایت ساده با یه پایان خوب، وسطش دو بار فقط احساس حوصله سررفتن کردم. نفهمیدم چی شد، خودش ترک خوردم، کامنت عجیبی بود. همینقدر بگم که جهان با من برقص صحت کمدی نیست، به این دلیل نرید سینما، به این دلیل برید سینما، چون خنده دار هم هست، گلی میخند به نظر من. جهان با من برقص اسم فیلمه، ها ها ها. چقدر با نمک بود. جهان با من برقص رفت توی لیست فیلم های محبوبم، برای زندگی و برای خلاقیت. دم سروش صحت گرم. یه دونه آب نبات هم تقدیم کرده به سروش صحت. هرگز فکر نمی‌کردم رقصیدن علی مصفا رو ببینم که امشب به لطف تماشای فیلم جهان با من برقص دیدم. اینم طرز نگاه جالبی. آره بهش نمیاد اصلا زیاد تحرک خاصی، چه برسه به رقص. تو این هاگیر واگیر تایملاین که شمشیر کشیه، یه توصیه بی ربط هم دارم، اینکه کار سروش صحت رو حتما ببینید، جهان با من برقص. اتفاقا اصلا بی ربط نیست، خیلی با ربط بود. راستی یادم رفت بگم جهان با من برقص خیلی بهم چسبید. بعد مدت‌ها فیلمی بود که دلم نمیخواست تموم بشه، ولی دختر علی مصفا هم نشدی. کاش جهان با من برقص متن خوبی داشت. اینم نظری دیگه، نظرشون این بود. اگه این ریختی نبودم امشب میرفتم سینما جهان با من برقص رو ببینم. هر ریختی هستی برو، اگه ریختت خوب نیست سرحال میشی. خانواده میگن تباه هم که این نظر رو دارم، ولی خب واقعا به نظرم فیلم قشنگ و دلنشینی بود، بسی لذت بردم. من تباه ترم تو این ماجرا، دلم میخواست بپرم وسط صحنه های این فیلم. با اختلاف بهترین توییتیه که خوندم در مورد فیلم جهان با من برقص.
جهان با من برقص. دلم میخواست بپرم وسط صحنه های این فیلم. امروز یه مستند خیلی اینو دقت کنید. امروز یه مستند خیلی خوب دیدیم به نام اسرار دریاچه که توصیه میکنم حتما ببینید. بعدش داشتیم حرف میزدیم که دیدیم سالن خالی شد و ته اقدامی کلاسیک نشستیم فیلم بعدی رو بدون بلیت دیدیم. جهان با من برقص، اثر سروش صحت، ابتذال محض، توصیه اکید دارم نبینید. توصیه اکید دارم که فیلمی رو بدون خریدن بلیت نبینید. این کار بسیار زشتیه، نشون دهنده فرهنگ پایینه. میتونید یه فیلمی رو دوست نداشته باشید ولی اگر میرید فیلمی رو ببینید مثلا بلیت بخرید. یعنی چی مثلا نشستیم همونجا بدون بلیت دیدیم؟ پاشو بریم فیلم جهان با من برقص رو توی سینما ببینیم که شاید بشوره یکم این روزا رو. میشوره، برید. رفتم جهان با من برقص رو دیدم. در عجبم که چرا سیمرغ بهترین کارگردانی رو دادن بهش. سروش صحت اون سال راهپیمایی، تشییع جنازه، دیداری، سخنی، چیزی کرده بود. خیلی بی‌انصافی. تمام. حالا فیلم جهان با من برقص رو ببینیم یا نه؟ به نظر من همه باید این فیلمو ببینن. اگه میخوای بخندی این فیلمو ببین، اگه میخوای گریه کنی این فیلمو ببین، اگه حالت بده این فیلمو ببین حالت خوب شه، اگه حالت خوبه این فیلمو ببین حالت بهتر شه. داریم کسی حالش خوب باشه؟ حالا اوکی، یه چیز بگم، کاش خیلی بفروشه، حال کنی، حقشه. جهان با من برقص. خب اینم از بررسی فیلم جهان با من برقص که معلومه من خیلی خودم دوستش داشتم و حالم خوب شده باهاش. سعی کردم البته پنهان کنم که نشد. نظراتتون رو بنویسید در مورد فیلم اگه دیدین، اگه ندیدین هم نظراتتون رو بنویسید. کلا نظراتتون رو بنویسید. چی میگم من؟ بگید که چه فیلمایی رو دوست دارید بهتون معرفی بکنیم، بررسی بکنیم. نظر مخالف اگه دارید حتما بنویسید، نظر موافق اگه دارید حتما بنویسید. همه کامنت ها رو میخونم و اگه بتونم جوابم میدم. خیلی مخلصیم. ببینیم یا نبود در مورد فیلم جهان با من برقص. تا بعدیش خداحافظ. امیدوارم که جهان با ما برقصه.